سرخط خبرها انفجار مرگبار یک ساختمان مسکونی در تهران پارس هدف آمریکا وصل مذاکرات به انتخابات ایران است ایران به غنیسازی 60 درصدی رسید اولین محصول اورانیوم با غنای 60 درصد شب گذشته به دست آمد سلام بر شما همراهان گرامی و ارجمند با بسته خبری اتاق خبر در خدمت شما هستیم لطفا کانال ما را سابسکرایب کنید و در ادامه با مشروع خبرها با ما همراه باشید انفجار مرگبار یک ساختمان مسکونی در تهران پارس سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از انفجار یک منزل مسکونی در خیابان تهران پارس به دلیل نشت گاز و کشته و مصدوم شدن دو نفر خبر داد. جلال ملکی اظهار داشت پیش از ظهر امروز نیروهای آتش نشانی از طریق تماس با سامانه 125 از وقوع انفجار و حریق در یک منزل مسکونی سه طبقه در خیابان زهدی تهران پارس مطلع شدند. و افزود انفجار در این منزل مسکونی به دلیل نشت گاز در طبقه زیرزمین این ساختمان بوده که متاسفانه در اثر این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و دو نفر مصدوم شدند. سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران خاطر نشان کرد شدت انفجار این واحد مسکونی به حدی بوده که علاوه بر شکستن شیشه های محل حادثه دیده تعداد زیادی از ساختمان های مجاور نیز دچار خسارت شدند. هدف آمریکا وصل مذاکرات به انتخابات ایران است امام جمعه ابرکوه در خطبه های مجازی نماز جمعه با بیان اینکه در مذاکرات وین باید مدبرانه و بدون عجله پیش برویم گفت هدف آمریکا کش دادن مذاکرات تا وصل کردن آن به انتخابات خورداد ماه است حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های مجازی نماز جمعه اظهار داشت در بحث مذاکرات وین باید مدبرانه و بدون عجله پیش رفت چرا که اتخاذ راهبرد عدم عجله آمریکا را مجبور به واکنش کرده و با اروپا تقسیم کار کرده تا بنیابت از آمریکا اجلاس وین را با هدف تغییر میدان بازی به نفع آمریکا دنبال کند وی با بیان اینکه معلوم است هدف آمریکا کش دادن مذاکرات تا خورداد و وصل آن به جریان انتخابات است افزود امروز ایران از موضع قدرت سخن میگوید و نباید به دشمن امتیاز و فرصت داد توان هسته‌ای ایران با سرعت در حال افزایش است و امروز به 60 درصد غنیسازی رسیده است امام جمعه ابرکوه گفت سازمان تروریستی موساد احمقانه فکر می کند وقتی با کینه به بخشی از دستگاه های برق غنیسازی آسیب می رساند حرکتی بزن در رست. اما وقتی دید در کمترین زمان ممکن تیرهای غیبی کشتی او مرکز جاسوسیش در اربیل را هدف قرار می دهد، در برابر این اقتدار سریع عقب نشینی کرده و می گوید ما قصد پاسخگویی نداریم. وی تاکید کرد در جامعه امروز این همه ظلم اقتصادی، فسادهای مالی، رشوه، ربا، نظام ربوی بانکی، غیبت و افتراها و بدگویی ها، قضایی که توسط بعضی وکلای قدر که گاهی ماهرانه به کمک ماده قانونها در ادعای ناحق موکلانشان لباس حق می در محاکم حق و ناحق می کنند، گناه کسانی که سگ نجس را مثل فرزند عضو خانوادهشان می کنند و ماهیانه دو برابر درآمد یک کارگر زحمتکش خرج و خوراک مخصوص سگشان می کنند و اسم مسلمانی هم روی خود می گذارند. حسینی ادامه داد ما نباید پیاده نظام دشمن در میدان جنگ نرم و سرباز شیطان باشیم. تمام گرفتاری های زندگی ما از خودمان است و تا اصلاح نشویم دفع بلا نمی شود. ماه رمضان فرصتی بزرگ را برای ما فراهم می کند تا به خودسازی و اصلاح نقیصه های اخلاقی و رفتاری خود بپردازیم و با بهرهگیری از خطابه های امیر و مناجات های امام سجاد در مسیر صعود به سمت خدا سقوط به دست و دامن شیطان پیدا نکنیم. ایران به غنیسازی 60 درصدی رسید. اولین محصول اورانیوم با غنای 60 درصد شب گذشته به دست آمد. این برای نخستین بار است که اورانیوم با خلوص و غنای 60 درصد در, در تأسیسات هسته ای ایران تولید می شود. رئیس جمهور هم اعلام کرده که ایران به توانمندی رسیدن سریع به آنچه در صنعت هسته ای وعده می دهد رسیده و انجام غنیسازی 60 درصدی گواه این مدعا است. همچنین اخیرا حسن روحانی گفته اگر جمهوری اسلامی بخواهد میتواند خیلی فوری به غنیسازی 90 درصدی نیز دست یابد. به دنبال بعد اهدی ها خروج آنها از برجام و عدم انجام تعهدات از سوی طرفین ایران در پنج به علاوه یک که به کارزار جنگ اقتصادی و فشار حد اکثری علیه ایران انجامید ایران رفته رفته تعهدات برجامی را کاهش داد تا اینکه میزان غنای اورانیوم در سال گذشته به 20 درصد رسید پس از این اقدام ایران واکنش های زیادی در عرصه سیاسی و بین المللی به خصوص از طرف اعضای طرف قرارداد ایران در برنامه جامعه اقدام مشترک شکل گرفت. به گزارش تابناک در پی واکنش های غربی به غنیسازی 20 درصد توسط ایران اسفند ماه سال گذشته رهبر انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری اعلام کردند ایران به این هیاهوها توجهی نخواهد داشت و صرفاً بر مبنای نیاز خود اقدام به غنیسازی خواهد کرد لذا اگر نیاز باشد حتی آمادگی غنیسازی 60 درصدی هم در ایران وجود دارد این موضوع از آن زمان مسکوت ماند و اقدامی دربارهش صورت نگرفت تا اینکه در پی اقدام تروریستی اخیر در تأسیسات نتنز رئیس جمهور سازمان انرژی اتمی را موظف به راه اندازی خط تولید اورانیوم 60 درصد به مقدار مورد نیاز در چارچوب ماده یک قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و سیانت از منافع ملت ایران مصوب مجلس شورای اسلامی کرد. اقدامی که برای اولین بار در عمر صنعت هسته ایران اتفاق افتاد. بهروز کمالوندی معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره آغاز غنیسازی 60 درصد گفت به دستور رئیس جمهور سازمان انرژی اتمی موظف به راه اندازی خط تولید اورانیوم 60 درصد به مقدار مورد نیاز در چارچوب ماده یک قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها شد وی افزود در همین راستا بلافاصله پرسشنامه مربوط به اطلاعات طراحی دی آی کیو، تسلیم آژانس بین المللی انرژی اتمی شد و از امشب مقدمات اجرایی این کار در تاسیسات غنیسازی آغاز خواهد شد کمالوندی عنوان کرد ماشین های سانتریفیوژ آی آر یک جدید جایگزین ماشین های از کار افتاده خواهد شد و آی آر های جدید با تغییرات کیفی ظرفیتی به میزان 50 درصد بیشتر نسبت به ماشین های قبلی خواهد بود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر خاطر نشان کرد با افتخار اعلام می کنم در ساعت چهل دقیقه نیمه شب گذشته و در شب زیارتی سید و دانشمندان جوان و خداباور ایرانی توانستند به محصول اورانیوم با غنای 60 درصد دست یابند بینندگان گرامی و ارجمند از اینکه تا انتهای خبرها با ما همراه بودید متشکرم و سپاسگزارم وقت شما به خیر خدا نگهدار